چیه؟ اگه بگیم فقط این کار غلطه، بعد نتیجه این میشه که میگیم آره اینا همه غلطه برن کنار، ولی درستش چون نداریم آخوندارو میاریم میذاریم سر جاش. کدام یک از اینایی که در رسانه ها کار میکردن اومدن و پیشرفت ها رو آنگونه که هست اطلاع دادن؟ درود بر شما. ببخشید من شرمنده ام. یاران گرامی و به شما مادران گرامی شاد باش میگم و با اجازه شما باز همون سرود مادر رو به اون هم میهنانی که مادرشون رو از دست دادن یک بار دیگر پخش میکنم. آنچنان که گفتم به شما، این سرود در شرایطی این رو ضبط کردیم تلفنی بوده، اگر کیفیتش خوب نیست ما رو میبخشید. امکان رفتن به استودیو و داشتن نوازنده، تنظیم کننده، صدا بردار، هیچ کدام اینها رو نداشتیم، ولی همین رو به عنوان برگ سبزی از طرف من بپذیرید. سپاسگزارم از شما. تنها تو بودی، تنها قرارم در شب تارم، ای مادر تنها شستی، غم ها گسستی از دل زارم، ای مادر این تو بودی تا غم در دلم بود، قصه می خوردی ای مادر این تو بودی تا رفتی و جانم از غم آزردی، ای مادر به شب تاریک هجران در آسمان ما هم بودی، ز محبت مادر چون شمعی بر سر راهم بودی، ز محبت مادر چون شمعی بر سر راهم بودی، سر به گورت می نهم گریه را سر می دهم سر به گورت می نهم گریه را سر می دهم به شب تاریک هجران در آسمان ما هم بودی، ز محبت مادر چون شمعی بر سر راهم بودی، ز محبت مادر چون شمعی بر سر راهم بودی، سر به گورت می نهم ما بینندگان گرامی دونم که ما این رژیم رو برداشتیم و توانستیم در یک رفراندوم 100% آزاد با آگاهی کامل، با آگاهی هایی که پس از برداشتن این رژیم و امکاناتی که از طریق رسانه ها هست و گروه هایی که در ایران هستند، احزاب سیاسی که در ایران تشکیل خواهند شد، با آگاهی هایی که به مردم میدن، مردم بتوانند به پای صندوق های رأی برن و در یک رفراندوم کاملا آزاد و آگاه. بسیار بسیار مسئله آگاه بودن اهمیت داره. جمهوری اسلامی معتقده که در 12 فروردین 58 یک رفراندوم داشته، ولی اون اصلا رفراندوم نبود. مردم نمیدونستن چه کار باید بکنن. یک آخوندی گفته بود جمهوری اسلامی نه اینور نه اونور، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، و بعد هم کاغذهای رنگی سرخ و سبزی داده بودن، افرادی هم با سر صندوق‌ها ایستاده بودن با کمیته و مسلسل و اینا، و هر کسی هم که حالا اگرم کسی هم رأی قرمز داد که اصلا قرمزا رو نمی‌شمردن، که اونا فقط سبزا رو حساب می‌کردن، قرمزا هم سبز بودن. چرا اینو به شما گفتم؟
به خاطر اینکه الان هم دارن همین کوشش رو میکنن که برای شما یک انتخاباتی رو راه بندازن، یک برنامه انتخاباتی را بندازن و بلکه بتونن به این حکومت ننگین و خونخوار خودشون ادامه بدن. کوشششون بر همین است که اون نسخه ای رو که چند سال پیش یا شاید بگم از روز روی کار آمدنشون برای شما پیچیدن تکرار کنن. اول اومدن یک چهره ای رو مثل بازرگان علم کردن، گفتن این نخست وزیره. بعد یه نفر به نام بنی صدر رو آوردن، با کروات و یه سر صورت اونجوری نشوندن اونجا که نشان بدن که ما نمیخوایم فعلا آخوندا قدرت رو در دست بگیریم، فقط برای گول زدن مردم. چون بنی صدر هم یه آخوند بود، فقط آخوند کرواتی بود، چون آخوند همه جوری داریم. خاطرتون هست میگفت اگر موی زن بیرون باشه اشعه ازش تابیده میشه که حال روی مردا اثر بد میذاره. اقتصاد توحیدیش هم که خبر داشتید. خب پس از اون رفته رفته اومدن جنگ که شروع شد، جنگی رو که تحمیل کردن به مردم ایران. نمیخوام الان وارد اون مسائل بشم چون فقط خواستم درباره انتخابات یه توضیح رو بدن. جنگ رو که شروع کردند و ایرانی حواسش رفت برای دفاع از خاک گرامی میهن، آخوندها اومدن قدرت خودشون مستقیم در دست گرفتن. اولش یک آخوند دیگری که غیر کرواتی بود آوردن گذاشتن روی کار به نام رجایی. بعد از اون اومدن خامنه ای رو گذاشتن. بعد به مردم گفتن که رفسنجانی لبخند میزنین. کسانی رفتن به رفسنجانی رأی دادند به خاطر اینکه لبخند میزنه. ببینید چطوری دارن با افکار شما مردم، با احساسات شما مردم بازی میکنن. یعنی به جایی رسوندن که یک لبخند آخوند برای شما اهمیت داشته باشه. پس از 8 سال که شما و بعد رسانه هاشون هم مرتب تبلیغ میکنن که بله دیگه حالا این که انتخاب شد دیگه تا 8